بینندگان عزیز، بنده حبیب ریاضتی هستم. به برنامه دانش و بینش خوش آمدین. هدف این برنامه بررسی مسائل اجتماعی از دیدگاه روشنگرایی است. بنده خوشبختم که همکاران عزیزم خانم دکتر نکول جعفری و همچنین خانم دکتر مهرنگ خزائی و از همه مهمتر مهمان ارجمندمون جناب دکتر سیروس مشکی اینجا تشریف دارن. هدف این برنامه آن هست که به شما آنطور که لازم هست دانشی بده، اطلاعاتی بده که شما با بینش خودتون بتوانید مسائل رو مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار بدید. هدف اساسی ما آن است که این برنامه رو در سطح کلی، یعنی مقام انسان، عزت مقام انسان برگزار بکنیم و از آن جهت که ما یک جامعه و اجتماع کلی رو وقتی تعریف میکنیم بایستی بدانیم که اجزاش که اون اجتماع رو تشکیل میده بایستی سالم و موفق باشه. و از این جهت تم برنامه امروز تأکید در خانواده و مشکلاتی که در بین خانواده ها هست و به طور اخص در مورد ازدواج، اهمیت ازدواج و طلاق و طلاق‌های عاطفی و ناموفق ما مورد بحث و تحلیل و بررسی قرار میدیم. دوستان عزیز، بینندگان گرامی، خیر مقدم میگم و با تشکر از جناب آقای ریاضتی و همکاران دیگرم خانم خزائی و آقای دکتر مشکی خدمت شما میرسیم با برنامه دانش و بینش. سال نو و برنامه نو برای شما عزیزان. هدف این برنامه در حقیقت دانش، پژوهش در مورد مقام انسان، انسان کی هست، چی هست، وارد چه مراحلی میشه و اصولا انسان یعنی چه، با توجه به اینی که مقام انسان باید به منزلت برسه تا بتونه تو این اجتماع ایجاد وظیفه بکنه، کار بکنه و بتونه این اجتماعی رو با همدیگه به یک نقطه‌ای برسونه. و در این برنامه دانش و بینش هدف اصلی ما بررسی به مقام انسانه، یعنی انسان یعنی چی و این عزت رو چطور میشه به انسان داد، این منزلت رو چطور میتونه به انسان داد و بعد هم بررسی مشکلات اجتماعی کنونی که باعث میشه این منزلت بهش خدشه وارد بشه، نتونه انسان به اون مقامی که لایق و لیاقتش رو داره برسه. در نتیجه با آوردن متخصصینی مثل آقای دکتر مشکی ما میتونیم به این مسائل برسیم، بررسی بکنیم. و بعد از اینی که به این مسائل بررسی کردیم وارد راه حل میشیم که چطور میتونیم این راه حل رو ارائه بدیم و بتونیم اجتماعی مفید برای خودمون تشکیل بدیم. برنامه دانش و بینش فراورده بنیاد انسان هستش و بنیاد انسان اساسنامه‌اش در حقیقت بر این هستش که انسان چجوری میتونه توی اجتماع زندگی کنه و چطوری میتونه به مقامش برسه. این ارگان فرهنگی بنیاد انسان که در حقیقت پایه و اساس دانش و بینش، برنامه دانش و بینش هست، به هیچ گروه سیاسی و هیچ گروه مذهبی تعلق نداره. ما برنامه‌ای از که فرهنگی هستش خدمت شما میاریم و امیدواریم که مورد توجه قرار بگیره. یکی از مسائل اجتماعی و مشکلات کنونی که مقام انسان رو زیر سوال قرار داده بحران خانواده است و به خاطر طلاق‌ها و ازدواج‌های عاطفی حرمت و معنی ازدواج رو سست کرده. بنابراین به این منظور ما از آقای دکتر مشکی وکیل دادگستری دعوت کردیم که تشریف بیارن و راجع به ازدواج‌های عاطفی و طلاق و تجربهشون برای ما صحبت کنن. بفرمایید آقای. تقاضا میکنم. خیلی خوشحال هستم که این توفیق رو به من دادید که در اولین برنامه دانش و بینش که گروه
بنیاد انسان ارائه میکنه و عرضه میکنه، بنده به عنوان مدعو در خدمتتون باشم. همطور که اشاره فرمودید، جامعه مرکب است از واحدهای کوچکتری به نام خانواده. وقتی که ما یکی از بزرگترین مسائل و مشکلاتی که مثلا در سطح بین المللی داریم، مسائل جنگ و مسائل مخاصمات بین ملت‌ها، اگر این رو در یک مقیاس کوچکتر بیاریم نگاه کنیم، در خانواده ها هم اگر جنگ در بگیره و منجر به فروپاشی و انحلال خانواده ها میشه که از اون به طلاق یاد میشه، خب این رو خیلی جالبه که الان در این برنامه شما مورد نظر قرار دادید. چون قبل از برنامه اشاره شد به من که در مورد مسائل ایران هم یک اشاره بکنم، حقوق ایران. ببینید، در قانون مدنی ایران در ماده 1133 اگر اشتباه نکنم میگوید که طلاق حق مرده و مرد هر وقت بخواد میتونه زن خودش رو طلاق بده. شما و بعد از تمام مجموعه موادی که در پیکره قانون مدنی ایران راجع به ازدواج و خانواده و اینها نوشته شده و تدوین شده، تقریبا وقتی مطالعه میکنید میبینید که پایه بر روی مردها گذاشته شده. یعنی مردها هستن که زن باید ازش اطاعت کنه، اگر مسکن رو میخوان تعیین کنن مرد باید تعیین بکنه، تمام تصمیمات مهم رو مرد. تنها شاید تنها ماده‌ای که در پیکره قانون مدنی ایران، حقوق مدنی ایران ما داریم که به خانوم‌ها یک حالت استقلال و نسبتا تساوی با مردها میدهد، مسئله مسائل مالیه. یعنی میگوید که زنها در اگر اموالی از خودشون داشته باشن، اداره و مدیریتش با خودشونه دیگه، اون رو خوشبختانه نگرفتن بدن به آقایی. بنابراین در یک ساختاری که شما میبینید که تساوی در کار نیست بینه، یعنی یک گروه عظیم، نیمی از آحاد یه جامعهی به عنوان شهروند درجه دو انگار شناخته شدن یا باید همیشه پیرو باشن و تابع باشن، شما در اینجا نمیتونید یک بنیان استواری برقرار کنید. حتی خانواده‌هایی که سالها باقی میمونن و سالها با هم به اصطلاح خوب زندگی میکنن، به دلیل عدم امکانات یا عدم شناختی که اینها از واقعیات دارن نپاشیده اصلا. وگرنه این حرف به معنی این نیست که در جوامع غربی مثلا خانواده ها محکم‌ترن، نه، در اونجا هم طلاق زیاد، فروپاشی خانواده ها بیشتر، اما دلایلش فرق میکنه. پایگاه اصلی، و من چند وقت پیش در یک مراسم سیتیزنشیپ، تابعیت یکی از موکلام شرکت کرده بودم چون خواسته بود، قاضی فدرال که داشت به این کسایی که تازه شهروند امریکا می شدن و خب غالبا هم از کشورهای جهان سوم اینها بودن، رو کرد به خانوم ها، گفت از این به بعد که شما به اصطلاح امریکایی شدید و این کسوت رو می پوشید، دیگه نباید پشت سر مردها راه برید، حالا می تونید شانه به شانه آنها راه برید. و این تفاوت در نگاهه که ما یک گروه، یک بخش عظیم از جامعه رو، خلاقیتش رو حفظ کنیم، تساویش رو حفظ کنیم و بیاریم در جامعه. یعنی به عبارت دیگه جناب دکتر مشکی، اشکال اصلی بنابراین این است که ما زن رو میخواییم از مقام انسان بودنش خارج بکنیم و مرد رو برتری بدیم. یعنی در اون ساختاری رو که شما توجیه فرمودین، تبعیض در حقیقت در خود ساختار وجود داره و شاید اون رو بایستی از بین برد. به همین دلیل هم هست که ما میخوایم این مسئله رو بررسی بکنیم از دیدگاه انسانی و روشنگرایی. بله. که مهم این نیست که مرد دنبال زن بره یا زن دنبال مرد بره، بلکه ما نمیخوایم جاهای مرد و زن رو عوض بکنیم، بلکه میخوایم یک هماهنگی انسانی و اصولی ایجاد بکنیم. این کاملا درسته، برای اینکه به نظر من همطور که اگر اشتباه نکنم سهراب سپهری در یه شعری میگه که چشم‌ها را باید شست، جور دیگر باید دید. بله. ما باید اصلا نگاهمون رو به مسائل عوض کنیم، برای اینکه این قائم بودن مردها یا تفوق و برتری مردها بر خانوم‌ها
ما ارث بردیم اینو از پیشینیانمون، یعنی در طول تاریخ مردها بودن که تاریخ رو نوشتن و خانومها رو همواره سرکوب کردن، له کردن و جلو رفتن، و زن هم به عنوان یک مایملک یا موضوع تملک، ملکیت مطرح می شد. و وقتی شما نظام‌های حقوقی و اجتماعی تقریبا تمام جوامع رو می‌بینید، در 1153 جامعه‌ای که تاکنون انسان شناخته، در بیش از 1000 جامعه تعدد زوجات رایج بوده و مرسوم بوده و متداول. ولی یه چیزی، یه مسئله، در فرهنگ ایران ازدواج‌ها بیشتر از روی احتیاجه، یعنی خانم‌ها می‌خوان شوهری انتخاب کنن که وضع مالی خوب داشته باشه و بتونه که زندگیشون رو اداره کنه. آقایون هم دنبال این هستن که یک خانومی بگیرن که از خونه و بچه مواظبت کنه. به خاطر اون احتیاجات هست که بعضی از خانوم ها در یک ازدواج هایی که بهش میگن عاطفی میمونن و خوشحال نیستن ازش، ولی مجبورن که به خاطر اون احتیاجا بمونن. اینو شما چطور توصیف میکنی؟ این نکته خیلی مهمیه که شما خانم خزایی عنوان میکنید ازدواج های عاطفی. خب اگه برگردیم به اصل مقام انسان و اینجوری که شما توضیح دادید به در مورد غیر تساوی، یعنی نابرابری بین زنها و مردها، در نتیجه اینو هر دو زیر پوشش مقام انسان قرار نمیگه، هر کدوم برای خودشون یه جایگاهی دارن. و طبق صحبتی که شما الان فرمودید، اگر که قرار ازدواج ها برای احتیاج باشه، حالا چه احتیاج مالی چه احتیاج عاطفی، و وقتی که هر دو تا جایگاه مخالف دارن، نمیشه به اینا به عنوان یک انسان نگاه کرد و هر دو رو به یک نظر، به یک نید نگاه کرد. در نتیجه همین تفاوت بین جایگاه اجتماعی زنها و مردها رو اجباراً به نقطه‌ای میرسونه که مجبور بشن چیکار کنن، بمونن توی این توی ازدواج، توی این چارچوب بمونن و نتونن کاری بکنن. در نتیجه اگه ما برگردیم به عقب و نگاه کنیم و هر دو رو به یک دید نگاه بکنیم، از نظر مقام و منزلت انسان، یعنی هم زن و هر مرد و احتیاجاتشون رو به یک نحو نگاه بکنیم، نگیم چون این زن هست احتیاجاتش متفاوته، این چون مرد هست احتیاجاتش متفاوته، در بحله اول اصلا بیاریم ایشون زیر پوشش انسان، بگیم احتیاجات انسان چیه. حالا وقتی که احتیاجات انسان مشخص بشه، بعد میتونیم بگیم که خب در زیر پوشش انسان احتیاجات دیگری هم هست که بر طبق طبیعت شخص ممکنه باشه، نه فقط به خاطر زن بودن یا مرد بودنش، بلکه به خاطر شخصیتش. خیلی از خیلی جهات میشه این مسئله رو متفاوت، ولی در وهله اول باید چی باشه؟ انسان. تساوی باشه، انسان باشه، هر دو رو مایحتاج، احتیاجاتشون رو به یک دید نگاه کنه. یعنی به عبارت دیگه اینطوری که جناب مشکی هم بهش اشاره فرمودن، عواملی که ما رو به اینجا رسونده یکی یا دوتا نی، عوامل فرهنگی هست، عوامل اعتقادات هست، باورهای ما هست که این باورها خودش فلسفه های مختلفی باعث شده که ما این باورها رو داشته باشیم، ادیان مختلفی. بنابراین اصلا هدف ما آن است که این رو مورد مؤاخذه قرار بدیم که واقعا برای این که اون جامعه سالم و موفقی که زیر بناش خانواده هست، بله، کدوم یک از این عوامل از همه مهمتره و کدوم اینا رو باید مورد بررسی قرار بدیم که به مقام و منزلت انسان ما نزدیکتر بشیم. ببینید، به خاطر همینه که ما بس در واقع چون از ابتدا به نظر من بنای ساختار جوامع انسانی بر اشتباه یا حالا به دلیل احتیاجات و اینها بر مبنای عدم تساوی بین دو گروه مختلف، یعنی زنها و مردها بوده. ولی خب الان که ما در قرن 21 هستیم، علم آمده وسط، عقل، مفهوم خرد و خردگرایی مطرح شده،
اینها چراغ‌هایی است که باید تاریکی‌ها رو به ما بنمایاند که ما ببینیم که تا کنون در طول تاریخ چه راه‌های خطایی رفتیم، چه بیراهه‌هایی رفتیم. و این اصلا فایده علم و فایده همین بحث‌ها. اتفاقا من خیلی خوشحالم که این گونه بحث‌ها در بگیره، برای اینکه اینا به منزله یه نورافکنیه که میتابه بر زوایای زندگی گذشته ما و نشون میده که در طول تاریخ کجاها اشتباه کردیم، چه چیزهایی رو اصلا نمیدونستیم، درک نکردیم. برای اینکه همین مسئله احتیاج که مطرح فرمودید، خب خیلی مبحث عمیق ظریفیه، چون اگر آدم ها احتیاج به هم نداشته باشن که چه لزومی داره برن ازدواج کنن یا خودشون رو در بند یکی دیگه قرار بدن. در این حال باید احتیاجی منجر به ازدواج بشه که به طرق دیگر هم قابل، یعنی این اون انگیزه اصلی نباشه. داستایفسکی در کتاب برادران کارامازوف یه حرف قشنگی زده، میگه انسان، هر انسانی که متولد میشه با یه هدیه است، خداوند عالمیان یک هدیه هم به هر انسان متولد میده. و اون، ولی آدم ها عجله دارن به مجردی که بزرگ شدن این هدیه رو دو دستی بدن به یکی دیگه و نگهش ندارن، و اون آزادیشونه. وقتی شما وارد یک کانون خانواده میشید، اولین چیزی که از دست میدید آزادیتونه، ولی در مقابل اون باید خب یه مقدار این رفع نیازهایی که به طرق قانونی و اخلاقی میتونید به اصطلاح جبرانش کنید، میتونه این کانسیدریشن یا ما به ازای این مبادله ای آزادی ها باشه. یعنی این خیلی نکته دقیقی است که ما نمیتونیم بگیم، ببینین این واقع بینی خیلی مهمه. اگر بگیم ما افراد وقتی با هم رابطه قرار میکنن بر اساس احتیاجات نیست، همونقدر غلطه که اگر بگیم تمام روابط باید بر اساس انتفاعات شخصیه باشه. بلکه ما بالاخره احتیاجاتی داریم، احتیاجات روانی داریم، احتیاجات فکری داریم، احتیاجات جسمانی داریم. شاید ما داریم میخواییم بگیم که خودت رو ذلیل نکن و به خاطر ذلت نرو وارد ازدواجی بشو که انتظار داشته باشی همسرت به تو کمال بده، بلکه تو برای خودت عزیزی، برای خودت صاحب منزلت خاص خودی داری، چه مرد چه زن، ولی وقتی به هم میرسین در حقیقت مکمل هم دیگه میشین برای یه اهداف خاصی. بنابراین هم احتیاج هست، ولی نوعی که ما این احتیاج رو تعریف میکنیم خیلی مهمه. همونطور که فرمودن نحوه گرایشه، و به همین دلیله که این خردگرایی که شما فرمودین در حقیقت زیربنای روشنگراییه. چطور حالا یک شاید چند لحظه در مورد همین اصلا مفهوم خردگرایی، روشنگرایی که زیربنای اساسی دانش و بینشه. خب حالا یه سوال پیش میاد که روشنگرایی با روشن فکری فرقش چیست؟ آیا روشنگرایی یه حرکت غربگراییه؟ چون کلمه روشن فکری بعد از وقوع انقلاب صنعتی در اروپا شکل گرفته و وقایع عمیق فرهنگی رو در قالب اخلاق فردی و اجتماعی تقسیم کرده، یعنی بیرون آوردن اروپا از یوغ روحانیون مسیحی و تولد صنعت، و بعد از اون هم یه فلسفه هایی مثل مثلا سکولار آنارشیست که بر اساس دین و مردم رو به چالش گرفته اونا پیش اومده، و بعد هم یه دانشمندانی مثل کانت، لایک مونتسکیو اومدن گفتن که انسان باید بر مبنای عقل خودش و تجربه خودش بدون هر تعصبی بتونه برای زندگیش تصمیم بگیره. آیا این روشنگرایی هم در همین فلسفه روشن بینی هستش، روشن فکری هست؟ خب شما بفهمید. ببینید مسئله روشن فکری به نظر من، تعریفی که من برای خودم دارم این است که روشن فکر کسی است که خودش فکرش روشنه، یعنی در واقع
خودش رو هدایت کرده یا میتونه تشخیص بده برای خودش. اما روشنگرایی یه مقام بالاتری است، یعنی که شما نه تنها خودتون یک آرمانهایی رو دارید و یک معیارها و کرایتریایی به اصطلاح در دستتونه، بلکه به دیگران هم میخواید بدید. یعنی فرق یک معلم با یک آدمی که خودش کتابهایی خونده ولی استفاده نمیکنه. سعدی میگه عالم بی عمل مثل زنبور بی عسله. بنابراین روشنگرایی زنبوریه که اثر داره میده و داره دوروبر خودش رو، یعنی روشن میکنه افراد رو. و همین مسئله یه رنسانس که بهش اشاره کردی دقیقا اون تکونی بود، یعنی بعد از انقلاب صنعتی و پیدا شدن مسائل رنسانس و عصر خردگرایی و عصر روشنگرایی در اروپا. شاید اشکالی که ما داریم، یعنی کسایی که از جهان سوم به اصطلاح برخواستیم، اینه که ما رنسانس حالا نداشتیم، یعنی هنوز دوران خردگرایی برای ما شروع نشده، هنوز نتونستیم دانشمندان ما، متفکرین ما به مرحله‌ای برسن که چنان چراغی پیش پای ما بگذارن که خودمون از بند خرافات و افکار قرون وسطایی یا قرون اولیه نجات بدیم. اون حالا نمیدونم بحث خیلی ممکنه پراکنده بشه، ولی به نظر من یکی از مشکلات اصلی جوامع شرقی و جوامع جهان سوم برای اینکه رنسانس رو نداشتن و نتونستن بیان اندیشه رو بذارن. اجازه بدیم پس برگردیم، چون شما قبلا هم اشاره کردید به این مسئله که این افکاری که امروزه ما داریم در مورد زن و مرد و انتظاراتی که متفاوته از هر دو، که از نظر اجتماعی ما براشون رولای مختلف تعیین میکنیم، به زمانهای قدیم برمیگردیم. خب این مسئله روشن فکری هم همونجوری که شما اشاره کردید بهش، مسئله ای که جدید نیست، حداقل میتونیم بگیم 100 سالی از عمرش میگذره. و حتی قبل از این هم فیلسوفان جهان مثل روسو، خب اینا میخواستن بیان نگاه بکنن ببینن اصلا به انسان چی میشه گفت، انسانو اصلا به چه صورتی تعریف میکنیم. پس اینا مسائل جدیدی نیستن، الان قرنها هستش که ما داریم سعی میکنیم خودمون رو به اون نقطه برسونیم. یعنی از روشنفکری، نه تنها به روشنفکری برسیم، بلکه به روشنگرایی، که روشنفکری خب دید جدید داشتن، روشنگرایی دید جهانی داشتن. روشنگرایی یعنی اینکه شما نه تنها عقاید خودت ابراز بکنی، بلکه به عقاید دیگرون هم احترام بذاری و عقاید دیگرون هم بخوای روش بحث بکنی، مطالعه بکنی. شما آقای دکتر مشکی یا دوستان عزیز اگه که دوست دارید وارد این بحث هم بشید، اینه که چه چیزی باعث شده که ما انقدر حرکتمون کند باشه؟ اگه 200 سال ما داریم روی این مسائل فکر میکنیم، اگر قرنها هستش که ما میخواییم نه تنها انسانو تعریف بکنیم بلکه منزلت و مقامش هم تعریف بکنیم، چرا انقدر طول میکشه؟ چرا ما نمیتونیم به این نتیجه گیری برسیم؟ من فکر میکنم چیزی که جناب دکتر مشکی شروع کردن یه تخم خوبی کاشتن. ببینین روشنگرایی از زمان افلاطون حداقل همیشه مورد توجه اهل عالم بوده. بله. و کسی مثل سقراط یا نوشتجات افلاطونی، ایشون معتقد بوده که شما تحت هیچ شرایطی نمیتونی روشن فکر بشی، نه روشنگر بشی، مگر اینکه از خودشناسی شروع بکنی. بله. و حقیقت خودت رو بشناسی و بدونی که این حقیقت تو یه حقیقت کلی و جهانیه، یه حقیقت جهانی داری که روشنگراییت رو ایجاد میکنه و یه حقیقت جزئی داری که اون کارهایی که عزت من رو حفظ میکنه رو در نظر بگیری که اون رو روشن فکری میدونم. ولی وقتی شما نگاه بکنی در جامعه هایی مثل ایران عزیز ما، هر دوی اینها تا حدودی ما نداشتیم و عوامل زیادی بوده. مثلا وقتی شما در یه جامعه ای تقلید کردن از دیگران رو شما اساس فکر خودت قرار میدی، خود این هم روشن فکری رو از بین میبره و بهتر روشنگرایی رو از بین میبره. دومین چیزی که یک روشنگرا، مثلا امانوئل کانت که اصلا یک مقاله خیلی جا افتاده‌ای داره در مورد روشنگرایی، میگه اولین وظیفه یک روشنگرا اینه که عقاید خودش رو مورد مطالعه قرار بده. یعنی اینکه از خودش بپرسه آیا این طریقتی که من فکر میکنم به اهل عالم نفع میده؟ یعنی کانت اون موقع
صحبت این بود که عالم بین باشید نه خود بین، اساس روشنگراییه. دقیقا. و اگر خب با اون طریق بریم، اون موقع شما هم عدالت اجتماعی رو کانت میگفت شما ایجاد میکنید، هم صلح و امنیت رو ایجاد میکنه. ولی نکته ظریف این است که من از عقل خودم استفاده میکنم و بدین معنی نیست که اهمیت نمیدم به عقلهای خردمندان دیگه، ولی تابع اونها نمیشم مگر اینکه خودم درک کنم. دقت میفرمین؟ این خب پس بیاییم صحبت بکنیم راجع به اینه که از این روشنگرایی یک چیز ارثی موروثیه، یک چیز طبیعی، یک چیزی که یاد گرفتنیه. نه ولی اجازه بدین قبل از اینکه به ارثی و اینا برسیم، چون یه سوال دیگه هم قبلش مطرح فرمودید که چرا ما 200 ساله این مسئله لاینحل مونده. برای اینکه یادمون باشه انسان انقدر مقامش بلنده در تاریخ که و از لحاظ اجتماعی اصلا خلقت موجود حیرت انگیزیه. قرار نیست که ظرف 100 سال و 200 سال و 1000 سال و 10000 سال و اینا شما جواب همه چیز رو پیدا بکنید. به عبارت دیگه تکامل انسان رسیدن نیست، رفتنه. ما مسیره. همیشه داریم میریم، یعنی همیشه مسائل جدید پیدا میشه. قرار نیست به نظر من روزی پیدا بشه بگن خب دیگه این روشنگرایی همه چیزو حل کرده، این پاسخ اینه، این پاسخ اونه، اون پاسخ اون. نه، به اقتضای زمان مسائل جدید مطرح میشه، افکار جدید مطرح میشه و مشکلات جدید مطرح میشه. ولی آیا فکر نمی کنید که اینا به خاطر اینه که انسان مضطرب به دنیا میاد، مضطرب زندگی میکنه و مضطرب هم از دنیا میره و به خاطر ارضای این اضطرابات به مصحف پناه میبره و به خاطر ارضای اضطرابات عاطفی به دیگران پناه میبره و این درونش یک کشمکش های ایجاد میشه و باعث میشه که اصلا روح اون انسان رو در خطر بذاره. آیا شما فکر میکنید که از لحاظ تعلیم و تربیت چه نقشی داره در این موضوع؟ خب نقش این مسئله که آیا ما با استراب، این یک تئوریه که البته خیلی هم مورد قبول جهانی قرار گرفته و فروید هم یکی از این تئوریستایی بود که این مسئله اشاره کرده که یک اصلا رشد و تکامل انسان یک چیز طبیعی و درونیه، به خارج از انسان ربطی نداره. ولی خب در واقع قرنها ما شاهد پژوهش‌ها و بررسی‌های علمی بودیم که غیر از اینو نشون داده، یعنی گفته که فقط درونه نیست، حتی اگر با استراب به دنیا بیاد محیطش میتونه محیط مفید دی باشه که این استرابو نه تنها به از استراب بیاره، بیاره به اعتماد به نفس اصلا تبدیلش بکنه. پس اهمیت محیط و اثر محیط رو تعلیم و تربیت نشون میده. ولی از نظر اینی که خب آیا ما باید یه تامین زمان بکنیم که بگیم مثلا آیا میرسیم، که شما اینو گفتید مسیر مقصد نیست. خب همین مسیر هم الان اخیراً پژوهش‌هایی که کردن میگن انسان از نظر فکری به نقطه‌ای رسیده که راکت مونده، یعنی هنوز تغییری نکرده. حالا این تغییر نکردنش برای چی هستش؟ آیا این تغییر نکردنش به خاطر محیطی که محیط دیگه الان محیط خوبی نیست؟ یعنی بعد از انقلاب صنعتی محیط خیلی خوب شد، تعلیم و تربیت خیلی مورد محبوبیت قرار گرفت، حتی تعلیم و تربیت اجباری شد توی بیشتر ممالک غربی. بله. یعنی اگه بچه تو شما نمیفرستیدی مدرسه مورد مؤاخذه یه دادگاهی قرار میگرفتی. البته متاسفانه هنوز قانون سراسری جهانی نیست و شاید اینم خودش یکی از مسائل مشکل زا باشه که ما تعلیم و تربیت رو اجباری نمیدونیم، بلکه در خیلی از جاهای دنیا چی میدونیم؟ یک پرویلیج و منفعت میدونیم، لاکچری حساب نه تنها تعلیم و تربیت. اشکال اساسی دیگه این است که اصلا محتوای این تعلیم و تربیت چیه. یعنی ما میریم دانشگاه پی اچ دی مون هم میگیریم، ولی طریقت فکر کردن صحیح، انتخاب کردن صحیح رو نمیدونیم. من برای اینکه آگهی های بازرگانی میخواد بیاد، یه چیزی که مهم هست که زیر بنا بذاریم اینه که روشنگرایی یک عملی نیست که انتهاپذیر باشه، ولی اون چیزی که مورد توجهه که من فکر میکنم جناب دکتر مشکی هم بهش اشاره فرمودن، قابلیت روشنگرایی در انسان باشه مهمه و این روشنگرایی انتهایی نداره.
و اگر شما به یک زمانی برسید که بگیم من روشن فکر رو روشنگرا هستم و یافتم، همونجا مقام و منزلت انسان رو فنا کردیم. و من فکر میکنم وقتی عرفای معروف گفتن انسان رسد به جایی که نبیند به جز خدایی، این مقصود این نبود که انسان ها خدا میشن، بلکه مقصود این بود همون که خداوند رو نمیشه تصور کرد و هر نوع تصوری بکنی در حد بلوغی خود ماست، به همین دلیل نمیشه مقام و عظمت انسان رو برای شدی قائل شد. این نکته ظریف اینه. دومین، میدونین برای اینکه سوء تفاهم پیش نیاد، ما نمیخواهیم بگوییم که اکثر نفوسی که به دین پناه میبرن یا به این عقیده پناه میبرن یا با اینها به خاطر آدمایی هستن که مضطربن. این سوء تفاهم نبایستی بشه، چون روحانیت و انسانیت ضرورتا با متدین بودن یکی نی. یعنی انسان ها همیشه الان در رشته روانشناسی بلخص کسانی مثل کارل یونگ میگن انسان ها اصلا جسمانی نیستن، انسان ها آدم های روحانی هن. ولی موقعی که این دین، موقعی که این باور اعتقادی حالا هرچی میخواد بشه، باعث بشه که من اون مقام و منزلت انسان رو محدود بکنم، خودم رو به خاطر ترس و احتیاج منوط بکنم، اونجاست که خطر به وجود میاد و بعد رنسانسی ایجاد بشه. یعنی رنسانسی که در اروپا ایجاد شد، رنسانسی که در ایران احتیاجه، نه به خاطر اینکه ما میخواییم مضطربیم، نگاه میکنیم میبینیم مقام انسان چی هست و آیا این طریقت فکری، باورها، احتیاجات، اینا ما رو به اون مقام میرسونه. اگه نمیرسونه ما میخواییم تغییر و تحول ایجاد بکنیم و این تغییر و تحول هم استمراریه، چون یاد میگیریم و کامل نمیشیم. پس یه چند دقیقه ای رو اگه اجازه فرمایین ما به تنفس مشغول میشیم تا آگهی ها پخش میشیم، بعد در خدمت شما هستیم. بینندگان عزیز، ما به برنامه خودمون ادامه میدیم. موضوع برنامه مشکلات مختلفه ایست که خانواده ها به عنوان زیربنای یه اجتماع سالم باش مواجهن. و در قسمت اول برنامه ما به جزئیات کلی پرداختیم و حال وارد مراحل عملی میشیم که چرا یک اجتماعی که ناسالمه، ناموفقه، ربط داره این ناموفق بودنش و سلامت روح و روانش به اعضای اصلی سازنده اون که خانواده است. و در همین جهت و راستا هست که ما ازدواج سالم، طلاق سالم رو شاید میتونیم مورد بحث و بررسی قرار بدیم. خب طلاق یک چیزیه که پایه خانوادگی رو سست میکنه و بچه ها و پدر و مادر اینا رو از هم دور میکنه و باعث میشه که بچه ها از همه مهمتر ضربه بخورن، هم ضربه جسمی و هم ضربه روحی. حالا ضربه جسمی اینه که ممکنه که اصلا بعضی ها به خودکشی دست بزنن، ولی ضربه روحی اینه که همیشه اون بچه خودشو میاد مقصر میدونه که میگه شاید تقصیر منه، آیا من چی کار کردم که، و این طلاق رو به گردن خودش میندازه و این باعث میشه که در درون اون همیشه در حالت کشمکش های درونی باشه و این درش تاثیر میذاره وقتی که بزرگ میشه و بعد توی رابطه های خودش مشکل پیدا میکنه، در دچار خشم و عصبانیت میشه و اون فردی رو که فرد انسانی که ما راجبش صحبت میکنیم برای یک جامعه ممکنه که نشه. حالا سوال این پیش میاد که آیا تعلیم و تربیت، یعنی از بچگی میتونه بچه ها رو
تعلیم بده که با اینا آشنایی پیدا کنن که وقتی که دچار یه همچین مسائلی میشن دیگه اینقدر بهشون سخت زندگی نیاد. ما البته متخصص تعلیم و تربیت اینجا داریم دوستا، ولی بنده اجازه بدید نظر خودم رو بگم بر اساس مطالعات خیلی اندکی که دارم و بعضی تجربیات که در زمینه مسائل وکالتی و حقوقی و دادگاهی دیدم، و این است که تعلیم و تربیت میتونه درصد مهمی مؤثر باشه، اما تعیین کننده یا تنها عامل حتما نیست. یعنی عوامل مختلفی از سمتی که خودتون بهتر میدونید تا یه انسان ساخته میشه، شکل میگیره و شخصیتش قوام پیدا میکنه، و هر چقدر هم که ممکنه تعلیم و تربیت سهم مؤثری داشته باشه و قابل توجه، اما عوامل دیگر هم از عوامل میدم. ما در دانشکده حقوق یه وقتی بحث بود که در مبحث ارث مثلا این عادلانه نیست که به یکی دو برابر اون یکی میرسه، به اون یکی نصف اون میرسه. اینا استاد ما برگشت گفت که در جهان چی عادلانه بوده که این باشه؟ از شما اگر در مثلا خانواده یک شاهزاده سوئیسی به دنیا آمده بودی زندگیت فرق میکرد تا مثلا در یک خانواده گرسنه‌ای بیافرایی. بنابراین از ابتدا طبیعت بر روش ظلم حرکت میکنه، نه روش عدل. و اینجاست که انسان نقشش پیدا میشه که بیاد بر این ظلم ها غلبه کنه و عدالتی برقرار کنه، تساوی برقرار کنه. تعلیم و تربیت هم به مفهوم این است که انسان رو که در نهایت شب و تاریکی و ظلمت هست بیاره و روشنگرا، با همین بحث روشنگرایی، این تاریکی ها رو بزداید. این تعلیم و تربیت خب طبیعتا در هر زمانی، در هر مقطعی از زمان و مکان یه معنی میتونه پیدا بکنه. و چون اشاره کردید به تعلیم و تربیت که چه میخونن اینا، من یاد داستانی افتادم در ایران. یک از دوستان من پسرش رو میخواست پارتی بازی کنه که کار بهش بدن به وزارت خارجه، و یه نوتی نوشته بود به اون دوستش در وزارت خارجه که آقازاده به 5 زبان زنده دنیا تکلم میکنند، 5 زبان بلد بود. اون آقایی که داشت مصاحبه میکرد آقازادان جلوش نشسته بود، اینو خون گفت باریک الله شما 5 زبان میدانید، آیا حرفی هم دارید به این 5 زبان بزنید یا نه؟ چون زبان وسیله است. شما باید فقط زبان دانستن بر فضایل آدم اضافه نمی‌کنه، باید ببینید اندیشه‌ای که پشت این یا به این وسیله قرار مطرح بشه. اینه که تعلیم و تربیت رو باید دید، کدام تعلیم کدام تربیت. به همین دلیله که بحث محتوا و همون داستان عالم بی‌عمل، زنبور بی‌عسل، همین قضیه است. و اینجا باید این سوء تفاهم هم رفع بشه که ما تجویز نمی کنیم که انسان ها در یه ازدواج های ناسالم بمونن. یعنی همیشه نمیشه گفت که اگر من چون بچه دارم بنابراین پشت این بچه قائم بشم، چرا که حداقل به عنوان کسی که مشاور امور خانواده است من میبینم که این طرز فکر هم در خیلی از موارد ضررهای عاطفی فکری به خود بچه ها زده. یعنی ما شاید باید یه ساختار بالاتری رو نگاه بکنیم که آیا برای اینکه طلاق رو کنترل بکنیم این است که به مردم بگیم طلاق نگیر یا چطوری طلاق بگیر، یا اینکه بیایم ازدواج های سالم و موفق تری رو ایجاد بکنیم. برای اینکه بارها بنده دیدم که فرزندانی که در خانواده هایی که دائم جنگ و جدال هست بین زن و شوهر بزرگ میشن بیشتر ضرر میبینن و رویه بدتری پیدا میکنن تا اون. یعنی در واقع بین دو امر ضرری انسان باید اونو انتخاب کنه که کمترین ضرر رو داشته باشه دیگه، اقل و ضرر. این طلاق بی ضرر که وجود نداره. شما دیدی طلاق بی ضرر باشه. و در نتیجه وقتی که انسان ها با روشنگرایی به ازدواج و حتی خود طلاق نگاه میکنن، خب مسلما میتونن جلوی این ضرر رو خیلی بگیرن و کم و کمترش بکنن. یکی از ضررهایی که طلاق داره مسئله بی عدالتیشه، مخصوصا برای اون بچه‌ای که باید وارد این مرحله طلاق بشه و به قول شما گفتید که خودشو مقصر میدونه و حالا این وسط نه تنها باید با این مسئله جدایی و یک زندگی نو و جدید بخواد سر بکنه، حالا مسئله بی عدالتی هم
باید باهاش مواجه بشه و باهاش کنار بیاد. خب اگر که دو نفر توی ازدواج باشن که به هیچ وجه نمیتونن بمونن توش، مسلماً موافقید که دیگه باید طلاق انجام بشه، ولی همین طلاق هم باید با روشنگرایی مسیرش طی بشه. حالا این روشنگرایی چی؟ روشنگرایی نه تنها به نقطه تربیت و رشد بچه، رشد به خاطر اینکه نشون داده تحقیقات که طلاق اثرش رو سنین مختلف متفاوته. یعنی یه بچه دو ساله با طلاق یه جوری مواجه میشه، ضرره طلاق برای بچه دو ساله یه جوره و برای بچه 19 ساله یه جوره دیگه. حتی اصلا برای پسر و دختر میتونه تاثیر فرمه. ولی اون چیزی که به قول شما مهم هست این است که ما آیا اگر ضوابط انسانی رو در نظر بگیریم و متوجه هم بشیم که این ازدواجی که درش هستیم ابیوسیوه، مورد سوء استفاده قرار میگیره، مضره، آیا ما میتونیم به قول جناب مشکی عوض این که بیایم در همون وضعیت بمونیم، بیایم بین خطرات و ضررها اونی که سالم تره نسبتاً انتخاب بکنیم یا ضرر کمتری داره؟ ضرر کمتری داره که سالم، وقتی هم که میگیم سالمتر یعنی منفعتش بیشتر از ضررشه در این راه. ولی در این جهت وقتی ما فکر میکنیم، اون موقع است که مقام انسان میگه که شما اگر خیرخواه جامعه هستی، خیرخواه انسان دیگه هستی، من میتونم به همسرم بگم که من و شما، از دیدگاه روشنگرایی عرض میکنم، من و شما شاید دوست خوبی میتونیم باشیم، انسان خوبی میتونیم بشیم، ولی ضرور میتونیم پدر و مادرای خوبی باشیم، ولی ضرورتا این نیست که ما بدن. حالا بعضی ها هستن که البته من خودم موافق نیستم با این نظریه ای که بعضی از روانشناسا میدن که شما وقتی طلاق میگیری بایستی کاملا قطع رابطه بکنید. این یک حالت خودبینی رو ایجاد میکنه، اصلا روشنگرایی رو از بین میبره. یا از بچه استفاده بکنن برای رسیدن به اهداف و مقصودات خودشون، که این مثلا جز ضررهای بسیار بزرگه. خب میدید، ولی اشکال چیه در عمل؟ این که ما بگیم طلاق انسانی یا طلاق دوستانه و اینها گفتنش راحته، ولی وقتی که شخص به اون مرحله میرسه که اون خشم و خشونت رو پیدا، ما چند سال پیش یکی از قضات عالی قدر سوپریور کورت لس آنجلس که اگر اشتباه نکنم شعبه 27 دادگاه عالی بود در داونتاون لس آنجلس، و این شعبه فقط کارهای طلاق و خانوادگی رو رسیدگی میکرد. این قاضی دیگه 25 سال بود سابقه این کار رو داشت، تمام پرونده های طلاق رو. ایشون وقتی کار خودش به طلاق رسید، بچهش رو برداشت و کیدنپ کرد، دزدی کرد که گرفتن، و یک جنجالی در دادگستری پیدا شد که قاضی که خودش مسائل مربوط به خانواده رو داره تنسیق میکنه به اصطلاح، خودش وقتی پای طلاق خودش به میان میاد نمیتونه متمدنانه عمل کنه و اینم علت اصلی خودخواهی انسان. علت اصلیش ببینین، چون ما 5 دقیقه هم بیشتر وقت نداره، یه عده اصلا دانش دارن، یه عده اصلا مقام دارن، یه عده اصلا ثروت دارن، ولی اگه این دانش و اون بینش اصلیه نرسه، که بینش رو به همون زبون خودمون که جوانها هم بتونن بهش ارتباط پیدا بکنن، همون انلایتنمنته، روشنگرایی، انلایتنمنت. یعنی ما حداقل یه مفهوم عالیه‌ای رو که میتونه به نام فرموده شما خیلی هم انتزاعی باشه، بله، ولی ما بهش نزدیکتر بشیم. بله. یعنی اگه این روشنگرایی رو ایجاد بکنیم و نذاریم به جایی برسه که دیگه وقتی میریم به کورت دیگه این رو به عنوان یه انسان هم دیگه نبینیم، که برم من پاله وکیلی مثل برازندهی مثل ایشون بگم که شما فقط عرف دینه تا میتونی تا موی آخر اینو بکن و ثروت آخر رو بده. ببینین این هاست که ما میگیم روشنگرایی میاد. هدف این برنامه هم که خیلی مهم هست که دوستان عزیز توجه بفرمایند، ما در اینجا به عنوان یک روانشناسی که تجویز میکنیم، یا تعلیم و تربیتی که تجویز میکنه، یا یه وکیلی که تجویز میکنه، ما اینجا نیومدیم. ما فقط و فقط میخوایم
خوانن، دانشجویان، اونایی که دارن نگاه میکنن، اونایی که بعداً میخونن مقالات بنیاد انسان رو، ما هدفمون فقط عرضه اطلاعاته. سعی میکنیم این اطلاعات هم جوانب مختلفش رو در نظر بگیریم، به همین دلیل که یه گروه 4 نفری نشستیم اینجا که شما بتونین تفاوتا رو ببینین، خودتون در زندگی خودتون تصمیم بگیرین و مسئولیت واسه اون تصمیماتون قائل بشین، و وقتی تصمیم میگیرین فقط نفع خودتون نباشه، نفعاتون هر چقدر جامع تر باشه سالم تره، و این نتیجه کلیه که ما از این برنامه میگیریم. به انتهای برنامه داریم نزدیک میشیم، برای این که بدانید در هفته بعد موضوع چی هست، ما میخواییم همین روشنگرایی رو در مورد مسئله و مشکل جهانگیر اعتیاد مطرح بکنیم، عوامل روانی اعتیاد، عوامل جسمانی اعتیاد و راحل هایی که برای پیشگیری از اون وجود دارد. دوستان عزیز، خیلی ممنونیم از که وقت خودتون رو در اختیار برنامه دانش و بینش گذاشتید، با ما همراه بودید. ما از این بحث ها بازم خدمت شما خواهیم آورد، مسائل اجتماعی رو مورد بررسی قرار خواهیم داد با متخصصینی که در برنامه ما شرکت میکنن، و با هم دیگه انشاءالله به منزلت و مقام انسان خواهیم رسید که در کجا قرار داده و به روشنگرایی که هدف همه ما هست. با امید دیدارتون. خیلی متشکرم که به برنامه ما توجه کردین. امیدوارم که هفته دیگه شما رو ببینیم و در مورد اعتیاد با هم بیشتر صحبت کنیم.